جبهه مقاومت ملی بار دیگر بر بسیجی نیروهای مخالف طالبان تاکید کرد. هموطنان گرامی، درود و سلام بر شما. جبهه مقاومت ملی بار دیگر بر بسیجی نیروهای مخالف طالبان تاکید کرد. 8 صبح کابل، جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، از آنچه سوء استفاده برخی افراد از آدرس این جبهه میداند انتقاد کرده و بار دیگر خواستار بسیج همه نیروهای مخالف طالبان شده است. این جبهه پنجشنبه شب 14 جدی با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی اکس گفته است که برخی از افراد با استفاده از نام مستعار و تصویر رهبران مقاومت دست به اهانت رهبران جهادی و نفاق افغانی در میان مردم و اقوام کشور میزنند. این جبهه خود نشان کرده که این کار از سوی شبکه‌های استخباراتی دشمن و برخی از حامیان آنها صورت می‌گیرد. در این بیانیه آمده است: دریغا که آمران شبکه‌های استخباراتی دشمن از یک سو و ادعای از حامیان نادان در همصدایی با مخالفان زیرک از سوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی در عقب عکس و نام ستاره‌های جهاد و مقاومت پنهان شده و با استفاده از اسمای جعلی و مستعار عنوان برخی از شخصیت ها و چهره های سیاسی اقوام افراد آگاهانه یا ناآگاهانه می تازند تا دل خود را به قول معروف خنک سازند و یا ماهی مراد خویش را بگیرند. جبهه مقاومت ملی تاکید کرده است که این افراد در این جبهه جایگاهی ندارند و نخواهند داشت. این در حالی است که در این اواخر شماری از کاربران شبکه های اجتماعی با هویت های نامشخص به اهانت رهبران اقوام و شخصیت های جهادی پرداخته اند. گزارش هایی وجود دارد که طالبان برای پیشبرد کارهای استخباراتی و تبلیغاتی نیز بیشتر به شبکه های اجتماعی رو آورده و با استخدام هزاران تن در این بخش در پی تخریب مخالفان سیاسی و نظامیشان هستند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.